سخن چند در مورد افغانستان داریم، کشوری که در قلب آسیا وجود دارد و در سال 1919 به اوج شهرت و ترقی و استقلالیت خود رسید. این درست در حال است که اکثر کشورهای دیگر متضرر از جنگ جهانی اول بودند. امان‌الله خان در سال 1919 به پادشاهی رسید که در سال 1923 اینا موفق شدند که اولین قانون اساسی را طی یک جرگه قومی با حضور 800 نفر از سران قبایل در جلال آباد ایجاد کردن، که این قانون اساسی کاملا قانون اساسی همه جانبه بود، یعنی تمام حقوق شهروندی و حقوق اتباعی کشور در نظر گرفته شده. اما الله خان یا مترقی آزادی خواه از سواتن سر الیوانی می نگر بودن دیست یعنی سان و سواتن خلق و مینو نقل هم بکتر سفارستان آزاد مستقیق بلواک موسید اونور سیالان سر سیال بایده بوسی مدستاوردن آزادی سیاسی در وقت و زمانش هم کار سادی نبود که به اثر تلاش های مطبع و کسانی که در ای را از خود گذری داشتن بدست آمد. حضرت غازی امان‌الله خان یکی از شخصیت های بسیار شاخص تاریخ معاصر افغانستان هستند. خدمات شاه امان‌الله و ملک ثریا در مورد تمام اتباعی افغانستان بخصوص در قسمت زنها در این قانون اساسی بسیار برجسته و قابل ارزش بود. یک نظامنامه که دارای ارزش های دیموکراتیک بوده که ما میتانیم از او یاد بکنیم. و این نظامنامه به شمول تمام قوانین اساسی که بعدها در افغانستان تصویب شدن ثبت وزارت عدلی فعلی افغانستان است و در آرشیف و در وزارت عدلی افغانستان وجود دارند. ولی قانون جودیگی سل پاره ورسون تخبر سر خب قانون به هر حواد که عدل حواد منبد پیشرفت منبد مختک منبد یا نظم و دیسپلین ده که در قوانین ایجاد نیستی در جون نیستی نو ابتداد لبشریت دا رقم دا غزه انگلیز گرنون دو سمید لو دل یا رسم رواجون دو انانیوی سی داخل طول و سر سر جور و رو پر شکل قانون تطبیق سو سی اسمیت قانون دا قانون مجموع دی اغا دی دمگو تاس رسم رواجون و دودون و دیگه یا مجموعه دا سی اس دی قانون پاک لغا سایی تبدیل سایی دمگو دول قانون ډیر مهمه ده په پیوړ ټولنه کې او دغه د ټولنې په پیشرفت کې کدا قانون سره ټول غاړه ورته کېږي اهمیت ورته کېږي احترام ورته کېږي خود په خود ټولنه هر څو خپل جهت پیدا کوي ګوري ویني زه چی شي کوای سم د به حق شي ده د به مکلفیت شي ده نو هغه ځي سوکي او نور جلې جرمونه نور شي نه مخنیوي کوي ځکه سوای دا شی ورته کېږي سم ته جزا وینم برعکس که زه ټولنه کې سم کار وکم تحصیل وکم یا مثلا زحمت وباسم برعکس دا به حق ده له ټولنه یو امتیاز اخیستی سم خپل استعداد خپل خلکو ته خدای سم یو شخصیت بده بونه جوړی اېدا کې کیسه وزیر سم اېدا کې سم یو پارلمان تر سره پرسی چې دی ورته هغه ارمانونه د دولت تر سره د هر وګړي د هر انسان په مغزو کې ده اوس الله خان هم دغه سي سر موږ وری د دغلو ځوانان هم ځان امان الله خان جوړ کی کوه کوه تر سره بده لري دا د دې قانون اهمیت ده چې ټولنه دې ټول په شاته پاتې کی مهمترین موضوعی که بر ما شخصا به صفت یک زن قابل ارزش است ایست که در تاریخ در طول تاریخ افغانستان بر اولین بار برای حقوق زنا صحبت شده بود برای اولین بار تساوی حقوق میان زن و مرد اعلان شده بود و در مورد تحصیل زنا صحبت شده بود ملک ثریا زن است که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به سطح جهان شناخته شده و قابل ارزش است. ملک ثریا زن است که به خاطر حقوق زنان زیاد مبارزه کرد. اما این مهم است که بفهمیم ملک ثریا کی است و از کجا آمده. ایشان دختر محمود طرزی و نواسه غلام محمد طرزی بودند که در اصل در دمشق تولد شدند و تحصیلات خود هم در دمشق تحت حمایت پدر دانشمندش به پایان رساند. و این قابل یادآوری است که بگوییم که ملک ثریا زن چنان منور روشنه بود که در اون زمان با چهار لسان با فصاحت کلام تکلم میکردن با لسان عربی، فارسی که زبان خودشان بود، زبان ترکی و زبان فرانسوی و در تمام امور اجتماعی و سیاسی، امور داخلی و خارجی کشور
بازوی امان الله خان بودن و در پالی امان الله خان آذر بودن که در زمان دیگه کشورها خانم های پادشاه ها پادشاه ها یک جا سفر نمی کردن و در امور داخلی و خارجی کشور یاور شوهر نبودن. ما ملک سرایا با دانش کافی که داشت، با اندیشه روشنی که داشت، تانسته بود که بازوی شوهر باشه و تانسته بود که دو شادوش شاه امان الله در تمام امور مستقیما سهم بگیره. و یک خاطره جالب است که در همون سالها شاه امان الله با خانم خود ملک سرایا یک سفر رسمی به خاطر کنفرانس در فرانسه داشتن. فکر میکنم بعد از سال 1928 بود. در اون زمان در کابینه فرانسه زن وجود نداشت که رسما در امور رسمی کشور و بر خاطر پذیرایی مهمان ها سهم بگیره. زمانی که ملک سرایا در فرودگاه فرانسه میرسه، کدام خانمه از کابینه بر پذیرایش نبود و بر همه جالب بود. همه تمام غذایی که اونجا اشترام داشتن یک سندگه میدیدن که یک خانم اینجا آمده به کشور ما، یک خانم یک شاه به تای یک سفر رسمی و ما کدام خانم رو به پذیرایش ناوردیم. این واقعا بر ما قابل افتخار است، بر ما قابل افغانها افتخار است که ما در روز زمان اینقدر استقلال روشن فکری رو داشتیم در کشور خود. ما از جمله کشورهایی بودیم که برای اولین نفر ندای زن در قانون اساسی خود گنجانیدیم و آزادی زن در اونجا درک شد. مطابق به امکانات اموز زمان آزادی بیان در اونجا انعکاس یافته. ای که آزادی بیان در شرایط امروزی و در شرایط او زمان چقدر از هم تفاوت داره و فرق داره، ای در قوانین اساسی زمانهای خودش انعکاس پیدا میکنه. موضوع مهم دیگه ای که بسیار باارزش است در طول تاریخ افغانستان و به سطح جهان ایست که بر زنها حق رای دهی داده شده بود. ای در حال است که در دیگه کشورهای دنیا هنوز حق رای دهی بر زنها داده نشده بود. اما در طی این قانون اساسی ذکر شده بود که زنها هم مثل مردها حق دارند که در رای دهی سهم بگیرند. اگر وقتی که تصور شده دولت این دره قوه جوره کرده بود، دولت اساسی برای دلست این سوندسان که دره قوه دیست، اگر نمید قوه دی مقننه سید قوه بزرده کنید، بل قوه دی قضایه سی قضاوت رو کنید، سی عدالت تطبیق سی، هیست سوک بدون جرم مجازات نیست. در قضای او در قضای ارگان بخی مستقل چون اقل مقاننه در قانون زاری هم اغاو در بس بل اجرایه قوان وقت چی ری پی او دولت که در مقاننه قوی قضایه ای که اجرایه نی اغا بی مفهومه در زکسی دیگه خبر دیگه خود قواست سر مشته ای و اگه سی عملی که دو جمعه اولی خیص بفایده دم بالاخره رو ده اجرایه قوه سی دیگه تصمیمونه دیگه پایدانه باید عمل که بخواه کنه تبدیل که از جمله قوانین خاصی که در مورد زنا ایجاد شده بود حق تحصیل بر زنا بود. یعنی زنان باید مثل مردا باید تحصیل میکردن و باید به درجات عالی تحصیلی میرسیدن، میتونستن که با شوهران خود یک جا دوشا دوش با هم صبح کار کنن و اجتماع را آباد کنن. و در مورد ازدواج های خانما بود، یعنی دختران قبل از 18 ساله کسق نداشت کنه رو به شوهر بدن، دختران خردسال هیچ حق ازدواج نداشتن. سن قانونی برای ازدواج در این سالها در تایی قانون اساسی بر زنا 18 ساله تعیین شده بود بر دختران و بر بچه ها 22 ساله، در حالی که در سالهای قبلش دختران با سنهای خرد به ازدواج می رسیدن. و در زن چون در محیط افغانستان ازدواج های متعدد وجود داشت، یعنی یک مرد اجازه داشت که تا چند زن بگیره که بعضا تا هنوز هم قانون رایج است، اما در تایی قانون اساسی ازدواج های متعدد به صورت کل منع شده بود. افغانستان که هر سوک سیدی و هر از بس خبره کنی و هر مذهب سیدی در هر قوم ملت بوده، اصلا ملت بوده الان میده که در تاجک در ازبخت در پکتور در هندو دست هر سوکسی در یو افغان بود. به دقیق جغرافیه که سی و سیگی اغا افغانی دیدی اغا باید لطول و امکانات و امتیازات ده خور نبود برخورداری سنگ سی مکلفت داری اما قصد امتیازات باید هم بلدید. یعنی در قانون پکر پول بسته بیدی زنان افغانستان تانستن تا سالهای متمادی آزادی های خود داشته باشن.
یعنی تمام زنان که همسن سال مثلا و بالاتر از مثلا شاهد از این هستن که زنها تا سالهای قبل از اختشاشات داخلی آزادی های کامل خود داشتن، چی از نگاه تحصیلات، چی از نگاه فعالیت های اجتماعی، چی از نگاه انتخاب لباس، زنها کاملا آزادی خود داشتن که منکر ایش را نمیتونیم که این همش از تاثیر خدمات شایسته ملک سریا بود. برای جوانا و نسل امروزی پیام دارم که او عبارت از ایست که جوانای ما تاریخ کشور خود بدون کدام حب و بغض از چندین ماخذ مطالعه بکنند. اگر از یک نگاه و یک تاریخ نگاه مطالعه بکنند، به نحوی از آنها ذهنیت و تمایلات تاریخ نگار در نوشته ها و یا در دستاورت های از او در تعلیف از او انعکاس پیدا میکنند. جوان ها واقعا باید مطالعه بکنند تاریخ را، از منابع و منابع و ماخذات مختلف تاریخ مراجعه بکنند و اسنادی که تاریخ نگارای متعدد نوشتن خصوصا در رابطه با تاریخ معاصر افغانستان از همون زمان اعلان استقلال تا به امروز با الهام از او زندگی خود تنظیم بکنن و کوشش بکنن که در جهت تحقق و تطبیق قانون اساسی افغانستان مبارزه بکنن. سیغ بربختوی نسی راغلی لوطن هر جنگ زبلی بقار زوان پیسی را طولی کلی راغلی دلتن سید خپل امن جیتلرس ذکر وکړم راسته خو اغله د مهيله دادا سختل وخت زاین کې دلته خپل تحصیل وکړي زبز دکی مسلک وای دوم ګټه د تخپل ځانته ده س تخپل عیده دلته جوړه وایسي سخت کارونه زار خلاصه وایسي یو خوب اورومندانه وظیفه شته پیدا کوایسي دریم د ګټه دادا سمون څه مسولیت دې په دې وخت کې دا غیوات هم هغه د منته حق لري، موږ باندې حق لري. دا کدیم د مونږه سره جراغلي دغه غیوات هم له کدیم دوه هیواد ده. موږ باید د قانون مقررات درناوی وکړو، احترام ورته کړو. سیسه د قانون کوم خلاف رفتاری ونکړو، سیسه قانون دلته یې لکه ته وطن کې مسو اما رقم احترام ورته کوو او اوسته کوو د هغه مرات ورته کوو او دوی ته هم یو نمونه دی مثال جوړ سو. افغانستان مشکلات زیادی را در طول تاریخ سپری کردیم، اما افتخاری را داریم که امروز اندیشه ها قسمان باقی مونده. از برکت امو اندیشه های روشن اونا بود که قسمان اندیشه های روشن تا هنوز در افغانستان باقی مونده. ما به این یقید هستم، به این باور هستم، اونهایی که تانستند که در دوره های روشن سپری کنند، تانستند که تحصیل خود در دوره های روشن به پایان برسانند، افکار روشن هنوز هم دارند. ای افکار روشن همیش بر سردار رو پیروی میکنن. ما دوره های روشن را سپری کردیم، افتخارات تاریخی داریم ما، چی در زمان شامان الله، چی اتا بعد از دوران شامان الله هم افتخارات تاریخی داشتیم ما، هر زمانش داشتیم. در پلیسی که دوره های سیار را سپری کردیم، اما ای بر ماست ما از دوره های تاریخی، دوره های افتخاری خود سرمشق خود قرار بدیم، سرمشق زندگی خود قرار بدیم و دوران های سیاری که سپری کردیم او را پند بگیریم ازش. چرا؟ به خاطر اعمار یک افغانستان مجدد، یک افغانستان نوی، به خاطر رهایی ما از چنگال ای اسارت که امروز داریم. ما ایرسا چشم پوشی کرده نمیتونیم که امروز افغانستان در یک بحران شدید زندگی میکنه، یک بحران کلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. اجازه ندهیم با دشمنان فرهنگ ما که فرهنگ ما را نابود بسازند.